قیچی برگردون، چالش های سخت پیاس، کاپیتان سوباسا. اگه کارتون فوتبالیستا رو یادتون باشه، اولین باری که سوباسا میخواستش برگردون یاد بگیره، عموش اونو میبرد روی زمین چمن و اولین بار خودش توپو شوت میکرد به تیرک افقی دروازه و بدون اینکه توپی به زمین بخوره برگردون میزد و سوباسا خواستش که همین کارو تمرین بکنه تا برگردون رو یاد بگیره. سلام و درود خدا بر شما باد. به اومدیم با یک چالش، چالش عموه. البته به ظاهر عمو رو انجام بدیم، چالش سوباسا. قراره که ما توپ رو از جای مختلف شوت بکنیم و به تیرک افقی دروازه برخورد بکنه و بدون اینکه توپ به زمین بیاد، یعنی به زمین بخوره، همون بازیکنی که شوت رو زده توپ رو برگردون بزنه و گل بشه. اما اینجا چند مشکل داریم. اینکه دروازه‌بان تو دروازه وای میسه و توپ به راحتی به تیرک نمیخوره و دومین مشکلمون اینه که کی ضربه رو بزنه اصلا. چند تا گزینه داریم: رونالدو، مسی، هری کین، رشورد، زلاتان. پس بدون ماتریال گوزا فکر بشن یوتیوب فرامش که با انرژی اینستاگرام فالو بکنید، چطور رسیدیم 100 کو و فراتر از آن. بریم سراغ ویدیو. نظر منو بخوای، من میگم که اول با رونالدو امتحان کن جون تو. من برای چی میگم با رونالدو اول امتحان بکنی؟ به خاطر اینکه توی رونالدو توی مهارت و ویژگی هایی که داره تمام کننده آکروباتیک رو داره و راحت تر میتونه برگردون بزنه. خیلی خوب دوستان، بازی شروع میشه. نگاه کن، ما از چند تا راه باید امتحان بکنیم ببینیم که کدومش بیشتر جواب میده. ما میتونیم از همینجا مستقیم شوت بکنیم به سمت دروازه، بخوره تیرک، برگرده و برگردون بزنیم. این یه راهش. راه بعدی اینه که پنالتی بزنیم که از همه راه بهتر راحت تره، بخوره تیرک، برگردیم خودش هم بزنه. یا اینکه نه، کاشته بزنیم که کاشته به نظر من نمیشه چون چهار تا بازیکن میان داخل و نمیذارن ما کارمون رو کنیم. پس آها، بله، همینطوری که مشاهده میکنیم دروازه‌بان رو سلکت کردن، بخاطر اینکه اونجایی که سوماسا این کارو داشت انجام میداد اصلا دروازه‌بان وجود نداشت و ما این رو دکمهشو میزنیم. بله، اینجوری ایشون میذارم اونور و ما الان فرصت داریم دروازه که خالی شده یه جوری شوت بکنیم که توپه بخوره به تیرک. و اوه، چقدر نزدیک داشتم میزدم. نکته سخت کار اینجاست که اصلا چه جوری ما باید بزنیم به تیرک. بابا بزن تو تیرک دیگه، به شوتش دیگه، خدا وکیلی. بوش بوش بوی، همین برگردون باید گل میشد. همین نخوره زمین رونالدو، این نخوره زمین توپه. با حضرت عباس بوش بوش، بزن دادش تو گل دیگه. انقدر قشنگ تیرک زدی، همونو برگردون میزدی. بوش بوش، مثلا اینجا بیاییم بعد شوتر رو بزنه رونالدو. بوش، همین دوناش، همین توپ به زمین نخوره گلش کنی. بیست صاحب بوش بوی. رونالدو 10 تا دیگه میزنه، اگر نزد میریم سراغ بازیکن دیگه. بابا همین بیست صاحب اومد. بابا این تیرک باید بخوره، جدی این تیرک باید بخوره. بزن وای خودت رو بزن. آقا بریم سراغ بازیکن بعدی، نمیتونه برگردون بعدی توسط زلاتان ایبراهیموویچ. اما چرا زلاتان انتخاب کردیم؟ به خاطر اینکه ایشون، نمیدونم چرا انتخابش کردم، اجرای قیچی فقط نمیشته اون بالا، پس حتما میتونه قیچی برگردون بزنه، نمیدونه. بله، حالا زلاتان ایبراهیموویچ اون بعد که شانس اولش امتحان بکنه و توسط رافائلیا رو انداخته میشه. ببین شماره 11ه، شماره 11 ها کم نمیذارن، مثل شماره 7 و 10 نیستن، 11 ها فرق میکنن کلا. همه 11 ها کارشون درست. بذار ببینم که اینم کارش درسته یا نه. مرسی کورتوا، چه پاسی داد اونجا. زلاتان بدن تیرک دیگه، اسامار خورد. یه ذره پوینت من کاتدار بزن، ولی یه ذره بالا بزن. آقا داغش دستمون اومد. اما این سوبوسا چه بودم اوزیالی بود، این چه چالشی گذاشتی آخه. وای، همین برگردون. مگه میشه گول نشه. خدا، خیلی سخته چالشش، فکر نمی کردم اینقدر سخت باشه. عمود زلاتان، اوه ماشاءالله، همینه. گفتم خوب یاد گرفت، آفرین زلاتان، خوب یاد گرفت. بذار خودش بیاد جلو. بازیکن بعدی لیونل مسی دیگه. دیاز برگردون داره میزنه، مسی نتونه بزنه، مگه داری؟ بله، نوبتی هم باشه، نوبت لیونل مسی. تو دوباره شانس خود را، البته دوباره که نه، شانس خود را امتحان میکنه و ببینیم که از پس چالش عموی سوباسا برمیاد یا نه. کورتا بر بیرون. وای، مسی داره خوب میزنه، مسی پی اس جی داره خوب میزنه. خب مسی هم نتونه. رابرت لواندوفسکی. بله، نوبتی هم باشه، نوبت رابرت لواندوفسکی است. بله، کورتوا رو مشاهده می‌کنید داره میره بیرون و لواندوفسکی که باید بیاد این ور و ضربه اولش رو بزنه. زیر تاق میزنه، توپو نمیزنه برگرده. خدا، آقا وایسا، فران تورس شماره 11 همه‌شون خوب میزنه. خدا بک،
خیلی خود لواندوفسکی اینم چیکار میکنه این داداشم اون باش اون وای من نباید بخوره زمین لوا جان نباید زمین بخوره آقا نوبتی هم باشه نوبت آقای حاج کریم بنزما دیگه نمیشد وقتی که ما یک بار زایو داریم میگیریم حاج کریم بنزما که رئال مادریدی هستن رو نگیریم شما نگاه کن دیگه اگه در آورد عمرن تو تا صبحم تلاشونی در نمیاری آقا باش نگاه کن حاج کریم در نمیاره داری خطری میشی والی حاج کریم یه یا علی بگو با این برگردون روزت را باز کن آقا کاتش نه وای حاجی چی زدی ولی نباید زمین میخوردی نباید زمین میخورد داره اشتباه میکنه مثل اینکه تجربیات من و حاج کریم داره خوب عمل میکنه اون بابا شوت نه شوترم گل نکردی تو آه دیگه حوصله ما رو آقا دو بار پشت سر هم دو تا تیرک زده نمیدونم چجوری ولی زده ضربه آخر حاج کریم بنزما حاجی جون بنواز دیگه ببین الان همینو برگردون میکردیم ما قبول داشتیم ولی دیگه بدر ما نمیخوره ارلینگ هالند نوبتی هم باشه میرسیم به ارلینگ هالند ببینم که آخرین امید من یعنی ارلینگ هالند میتواند من رو به هدف واقعیم برساند یا نه وای یه بار دیگه تو رو خدا هالند تو رو خدا همین برگرد گل است یالی بس برگردونش کن ای یوزیت پدر سوخت اما برگردون یکی بزنه اوه وای برو بودو بمیری بابا خدا این ویدیو 3 کالاک بگیره خودم میرم این چالش رو انجام میدم آخرین نفر یه بروینه میتونی بزنی سوباس های درونت را روشن بکنی برو نه به درد خود بابا بزن برگردون سک به درد تو پلن برگردون میخوای بزنی اینا رو نگیری اینا داشت دیوونت نیاک اینا رو بگیرین دیوونه میشین بابا ولمون کن یه دونه ندازیش بام شبور بیرون حالا سفسی ببینم که شاگردی که باش کار کرده بودم در دوران طفولیت و نیجری میتونه گلو بزنه یا نه بزن برگردونو وای همین برگردون بابا بده خودش بزنه تاتنهام داره خوب کار میکنه وای هری بیا بابا ولمون کن آقا بریم سراغ همون پی‌اس‌جی مسی از همهشون بهتر داشت تیرک بزن بریم سراغ مسی وای مسی همینو ادامه بده همین وای آقا بزن امباپه بزنه یه بار شانسش امتحان کنه بد شانسی رو ریتی کنه آدی بزن برگردونه قلبش تمام میکنه چلنج رو جو اول فاز چیکار میکنه این بازی میدونم که از این ویدیو لذت برده باشید اگر که این چالش رو نرفتید و تونستین انجام بدین واسه من بنویسید که با کدوم تو بازی کن تونستین انجام بدین و از چه فاصله ای و لایک و سابسکرایب کنید تو کارم که باعث انرژی اینستاگرام فالو بکنید تا رسید به 100 کا و فراتر از آن ممنونم که تا قبل ویدیو نکردید فعلا تو ویدیوهای بعدی